Ezeri zarar soyum urbana, balam bir dana soyum urbana. Anam urban olam, balam bir dana soyum urbani. Kezmani adakladı, balam bir dana soyum urbana. چشمای من به همه زیبایی هایی که پیرامونم بود عادت کرده بود. سبززار، درخت، دشت، لبخند بچه های ناو، خونه ها و آهنگ آرام میانسالی مردمان سرزمین ناو. و این عادت منو سیراب نمی کرد. من، سید ابوالفضل موسوی نظر، مستندساز و محقق اقوام ایران، چشمان شما رو دعوت می کنم به عادت کردن از زیبایی های ناو. Bye.
حالا 15 ساله که زنم فوت، 14 ساله زنم فوت کرده. بچه هم رفتن گیلون دیگه. حالا تنها هستم. از 10 سالگی زن بود دیدم جنگل. من خودم رفتم به گاوها و جنگل یکی پیدا کردم. بعد اولین بهار بود یه زنبوری آمد اونجا پیدا شد. های پیدا شد، های آمد آمد، رفتم رو دیدم از درخت. یک حلب از اون از اصل گرفتم، مثلا اون شاید 30 کیلو می بود. اصلش گرفتم و خودشان آوردم. اون یکی که آوردم حیات پدر شیری، اون یک تا شد 48 کیلو زیاد شد. مثلا چند سالی همونجا نگه داشتم، اون زیاد شد. بعد زنبوردار شدیم. سالها سکوت آقا فتح‌الله از دوری و تنهایی شکست و برای من حرف میزد و با لبخند گلایه میکرد. و این لبخندها هدیه ی این طبیعت بکش به مردمان ناب. آشنگی رو بخورم از نیبه بازم پشنگا یارم ناز فرزا بالم اما شیرش نمارد اما شیری بکنشم تمرو کبریه ای کبری تو پایگه نیگه عبود باد علی بگه شیری بوا بگه شیری بوا بابا میا بوا آجا گیدی بوا هستان آبوش سلامت باش آقا چه پاییز خوبیه اینجا یه سری عکس گرفتم فرضا تا حال بعد بریم عکس میگیری تو همش عکس میگیری که آقا خیلی زیباست خیلی عکس میگیری شما وای سهلا از خودت و خانومت هم عکس بگیرم ببین برین اوی مستم بال بال الان گیر یاشه وقتا ایشون آقا فرزاد پسر آشیراللهه، همونی که میگفت بعد بازنشستگی قراره جاشو تو ایستگاه هواشناسی ناو بگیره. فرزاد آدمی شاد و سرزنده است که خودشو نسبت به هر شرایطی وفق میده. امروز اومده در کنار همسر مهربونش تا زمین و شخم بزنه و سیر بکنه. الان گیر یاشه وقتا یارم با بفای خدا یارم با بفای خدا کران از بی سوار یا برا یقینه چه من یارم کران از بی سوار یا برا یقینه چه من یارم یارم با بفای فرزاد و خانومش به من یاد دادن که چطور سیر بکارم آقا بود فت اشتباه کاشتینا اشتباه کاشتن؟ آره اون ریشت باید تب بمونه توی گیل آها از ته بعد بکارم جبونه بالا باش باش اونجوری باشه خراب میشه کاری که در نگاه اول خیلی ساده به نظر می رسید ولی من مدام مورد تذکر فرزاد و خانومش قرار می گرفتم نزدیک به کار این روش دیب کنه آه فرزاد اینا کی عمل میاد اون وقت اونا الان کاشتیم دیگه دم بهار یواش یواش عمل میاد دیگه فصل بهار فصل بهار پس دیگه آب دادن و اینا نیاز دادن نمیاد همجوری بارونه دیگه بارونه دیگه بارون آره بارونه کش کش چند چند مانده با تمونو بی؟ تمونی من زیاد خورش کشته یا؟ آه تمون اولا این کشته؟ آه ای داگنی مونده خب ایلالیکا بسی او گیم دی ایلالیکا مانده ایسو یکا بکشم شام نه نیسو یکا کرد نیسو یکا کرد ولی چای پای نیش نیه ای ای بش نیده نیکی آجی با کشتی مونده دی پای نیش نیه نیه دی نیده نیه آره بده اونجا و خدا برای مردمان ناز باران بیشمار، هوای مطبوع، فراوانی مرتع، آسمانی زلال و نسیم خوش آهنگ آفریده. اینا از آواز خوندن همه اهالی اینجا میشه فهمیم. منطقه‌ای که مثل یک نگین با قیمت در بازار طبیعت موجود شده.
زنگ ورود من از کوچه پشتی صدای پارس سگ‌ها شد و من از کنار همه این زیبایی‌ها و آهنگ‌ها هر روز عبور می‌کردم تا به خانه خواهر آقا کرامت برسم. یا الله برکت. ابوالوز سرشیر آش خانم. آره سرشیر برم دارم. بیا تو هم بردار. خونه ای پر از طعمای خوشمزه از غذاها و فراورده ها. بسم الله الرحمن الرحیم. بزنی که این چند روز رو هر لحظه در حال پخت و پز دیدم و به این کار عشق می‌ورزم. این باز دار سرشیر بردار. بله کمی بردار کمی بردار. آشته آشته کم کم بردار خوب بزرگی. آج خانم چقدر هیزم بسته؟ کمی بسته دیگه بسته. نمیشه آتش روشن کرده گرموجه گرموج. بیا آقا بیا آج خانم آتش گیره. این شیر را بریز این دیک بذار گرم شه. بریزم توی دیک. بله. گلنار خانم مثل یک معلم سختگیر مکتب مدام سعی داشت جلوی اشتباهات قبل از امتحان منو بگیره. در این مورد باورپذیری عجیبی به خرج بیا ملاقه را شیر را با هم بزن که من بیرم گاوام اومدم بیرم بدوشم. باش باش بریم شما. مواظب باش که کف نزنه سر نشه. چش همینجوری هم بزنم. آره. باش چش ما دیگه میرم. سلامت باش دست شما درد نکنه. در این مورد باورپذیری عجیبی به خرج میداد. برای من همین مسئله مهم شده بود و احساس میکردم در مرحله نهایی به ثمر رسیدن یک موضوع علمی در نیروگاه هستم. آه چه مهی شد. پنجه بچه ها خالیه سبزایی نگی بودن چه بازی میکن. مه همه ی حواس من رو به خودش جلب کرده. مهی که قطرات ریز آب رو در خود حمل میکرد و احساس میکردی ابرهای بارور شدهی هستن که در حال عبور از سطح زمین و کنار خونه ها و آدمان. سکوت لازمی محیط رو احاطه می کرد و فقط صدای زنگوله ها و پارس سگ ها در مه شنیده می شد. توی همین مه گله ها بر می گشتن، کار روزانه ادامه پیدا می کرد و لذت بیشتری در ناویجاد می شد و هیچ کس راهش رو گم نمی کرد و رمه هاشون گم نمی شد. و دوباره شب از راه می رسید و ماه راه خودش رو تو مه پیدا می کرد و می تابید. یا الله یا الله میگم یه دفعه سرد شده. بله 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 چون که برف اومده توی یه دفعه سرمایه دیگه. قبلنا زمستون و پاییز مثل همین الان و خلوت بود روستا. الان خلوته نه قبلنا خلوت نبود. قبلا بهتر بود. قبلا جمعیت بیشتر بود. شبا چی کار میکردیم؟ شبا میرفتن خونه مثلا فامیل رو تفریح میکردن. شب نشینی؟ شب نشینی. گندو میپزن، زورلت میکشن میپزن، عدس میپزن. تو آسیا این تابه ها و اینا درست میکردن؟ تو آسیا خورد میکردن. بعد خورد میشد؟ بعد تا شب عسل میزدن میخورن. عسل هم میزدیم بهش؟ بله. کیف میکردن. آقا خوش با آمد. تفریح میکردن. اون زمان خیلی خوب بود. آره خیلی. مردم به خاطر درآمد نداشتن رفتن. دیگه الان همه رفتن. همه رفتن. آره خیلی خلوت مونده. شده روستا. تا پونجا خونه برمونده. بله. درست.
ولی شب نشینی از سر چیز دیگه بود. این بزرگتره که بودم. یالا سلام علیکم. سلامت باشه. سلامت باشه. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. تشکر. معلم سختگیر من وارد میدون شد تا ثمره امروز همکاری من رو ارزیابی کنه. شیری که دوشیدم از گاوا شیر رو گذاشتم روی آتش گرم کردم جوشانیدم که ماس بزنم. جوشوندنش که من کمکت کردم دیگه آقا. خب. آره من کمک کردم. چقدر موندهش؟ دو ساعت. آره دیگه البته هم دو ساعت. اینجا که دو ساعت مونده که سر شد. بله بله. چقدر شده؟ خنک باشه. سر چی سرد. بله. همه خنک باشه. وقتی انگشت بود داخل شیر داشت کمی میشه دوباره باید اونا ماس بزنم. الان میخوایم مایه ماس بزنیم. جذبه گلنار خانم به قدری بود که وقتی لبخندی به من میزد یا چند کلمه جواب سوالهای من رو میداد انگار به پیروزی نهایی در زندگیم رسیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. باج خانم الان اینو به هم میزنین چی میشه کی آماده میشه؟ بله میشه ماست تا فردا. فردا که ماست گیری میریزم توی نهره. نهره رو تکم میدم. خب. بعدم میشه کره و دوغ. اون رو میریزم دیک. کرش رو برمیدارم. چه دوغی بشه شیر الله. کره هم که طبیعیه. بهترین کره میشه. ولی با این بسم اللهی که آج خانم گفت حتما هم کرش خیلی خوردنی میشم. بله بله. چون برکت داشت. گلنار خانم مثل یک مهندس فنی زیر نگاه های ناظر کیفی که آقا شیرالله باشه فن آخر رو به شیر زد. مثل هر شب خاطرات روزانه رو سطر به سطر می نوشتم. زیر نور امید بخش چراغ گرد سوزی که عطر نفتش اتاق رو گرفته بود. خوشحال بودم از این همه صبوری و سکوت پرمعنای مردمان ناو آبدکم دیو چا؟ آبدکم دیو آب بریزم برات؟ نه ممنونم بیا بخور دیگه چرا نه؟ تشنه نیست پدر بزرگ من اون موقع ده دبه آب میخور میگفتن ده دبه؟ آره ده دبه آب میخور بیا متشکرم شب بخور آبه چه میچسبه فرزا پدر بزرگ من اون موقع تفنگچی میرزا بود میرزا کوچیک ها؟ آره آره میرزا کوچیک ها جدن؟ آره کل این کوها را میگشت کل این کوها را میگشت 30 سال قبل فوت کرده خدا رحمتش کن یه تفنگ داشت دو نفر نمیدونستون رو بلند کنه خیلی پس قوی آره خیلی قوی بود سنگین بود ای دکش تای بخوابی؟ دکش تشم چشم کن قطعه چی کارش کنه؟ اون چشم رو میگیره ها خاموش کن آره آره خاموش کن خاموش کن باشم خاموش کن نفتش نریزه بخواب خاموشش کن خداکش خاموش کن دیگه
پنجم. سلام ناو عزیز، صبح همگی بخیر. صبح بانشات روز پنجم با این همه ترکیب سرما، آفتاب، ابر، پاییز و سبزه‌زار و بوی نان بخیر. باش خانم چقدر توش جا میشه نهره؟ دو تا دیگ دیگه بازه باشه دو تا دیگ؟ آه اگر بیشتر بریزیم بیشتر برمیزیم آبم باید بریزیم مخلوط بشه با ماست آبم بریزیم که با ماست مخلوط بشه بلی. هم بخوره بله 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 نزدیک یک ساعت دو ساعت میکشه تکمان دادم یکی دو ساعت؟ آره یکی دو ساعت باید تکم بودم من شون این متکه این برای خود نهره است درسته؟ بله مخصوص بله. همینه بله اینو درست کردم برای نهره اون بالششه بالشه بالشه آره. بهش میگیم بالش نهره بالش نهره بالش نهره ما میگیم بالش نهره نهره چیزه گله دیگه تو نمیخوری؟ اگر خوردم فارم کاسه رو بیار برایت بریزم کاسه رو بردم گذاشتم اینجا اگه بریزین میخوام طعم ماسه رو ببینم چجوریه بخور ببین چه بسم الله الرحمن الرحیم لذیذه پوی نه چه ایده کن بیو پوی نه بریزم نه نه پوی نه پوی نه 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 بریز چه مزه این بله 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 این پونه پونه محلی بله پونه محلی خودتون از همین پونه بله بله از چیدم از مزرعه چیدم چه بویی میداشت آره چیدم شستم خوش کردم بعدم خوش کردی؟ خودمون میخوریم. خیلی. حتما امروز با پر کردن کاسه ماست محلی توسط گلنار خانم برای من روز خوبی خواهد بود. و باز هم نظارت آقا شیرالله و تعارف پونه محلی. کیسه ماستو؟ بله بله. آقا ماست کیسه ای منظورشونه؟ همین ماستو میریزید تو کیسه؟ نه. تو کاسه مغروب بعدا میریزید میخوریم. این نیره رو که تکان دادم دوش در اومد روغن و دو روغن رو بر میدارم میریزم کاسه خوب. اینم که میریزم دیگ میذارم روی آتش چیز میشه بعدا کیسه ماست میگیرم آه. ما میگم بهش مثاله شار به شار میگم شار شار خورده ندم چه میگم اونم بعد حسابی خوردنی باشه آه. اون از این بهتر خوردنینه از این ماست بهترینه از پنیرم خوبه خیلی عالیه این چی آج خانوم؟ این سرشیره آه سرشیرشو بعدن جدا میده بله بله اگر سرشیر نداشته باشه کره نمیده خالی ماست کره نمیشه آه بله این سرشیره رو که دیروز جدا میکردیم و بعدن بله دوباره بله بهش بله اضافه بله میکنم باید بله نهره بعدن راغم باشه اگر سرشیر, اگه سرشیر نباشه کره نمیشه نهره نهره دو دو ای کچه دو ایمان روان محمدیم باشی بندو کو بردی چه من نیره دو نیره نیره دو دو ایمان با من روان بدا ای کچه دو پنمشتم پلو سکو با آخ چه گازی داره
چه شعر قشنگی میگه. بله بله. چی میشه معنی شاه شیرالله؟ اون شعر رو میخونه برای نرمی نره نره دو دو نره نره دو دو یه قاشق دو دو کیلو روغن برای نوام به اسم محمد. آه که یعنی؟ بخور از با پلاشون بدی به نوش بخور. بله بله نوش رو دوست داره. بله بله بهش به محمد. چه صدایی داره. بله بله صدا لاله میخونی دواجه دواجه ببازه دیگه. حاج خانم جنس این نهره چیه؟ گله گل گلی رو وز میدن بعدن میپزن بعدن نهره رو درست میکنن. یک فریزن بود اسمش ننی ازش گرفتن دیگه الان نیست. نه دیگه فوت کرده. خدا رحمتش سلامت باشه. پس این نهره خیلی با ارزشه. نباید اتفاق براش بیاد. قدیمیه. اگه بشکنی دیگه نمیتونم که دستم باید بشکنی. این نه نه دور از شد. پس خانم میشه منم نهره بزنم؟ موازی باش چشم. فقط این تهش رو مراقب باشم نخوری. بله بله آیدونه باش چشم. آره بذار من برگردش. شما خود برگردون که مراقب باشی. دیگه میترسم میترسی تهش رو بزنم حاج خانم. الان خوب حاج خانم یا بیشتر وقت بگیم؟ بله تکان بده تکان بده خوب نیست. و بالاخره بعد از این همه شاگردی برای گلنار خانم یکی از ابزارهای مهمشون رو برای مدت کوتاهی به دست من دادن. نهره یک تبدیل کننده ساده ولی با یک مهندسی گهواره وار. این عملی که نهره انجام داد رو شاید یک کارخونه کوچیک هم بتونه انجام بده. مثل اکثر جاهای طبیعت خیز ایران، جاهای میان درختان و کوه‌ها، زنان همپای مردان زحمت روزانه را به دوش می‌کشیدند. به این کودکان و نوزادان ناو امید خانه‌ها هستند. همه را گرد خودشون جمع می‌کنند. مادر نوزاد به دستا و صدای بزرگان خود نگاه میکنه و رسم فرزندداری رو یاد میگیره. این یک دانشگاه جامع در محیط ارثیه.
سوسر نظر دیدش بیرون بیاری چشم آنو برش بزند. خانمم خانه‌دار بود دیگه، خانه‌دار بود، خانم خوبی بود، خیلی انسانی بود. بعد چند سالی با اون زندگی کردیم اونجا، خودمم 16 سال فوت کردی رفته. خدا رحمت بچه هم که بزرگ شدن، متعهد شدن، زن دادم اونم تمام شدن، خودم تنها موندم اونجا دیگه. تنهای تنها؟ آره دیگه. سخت نیست اون وقت؟ چه بکنم ده، علاج نداریم که، اینا بذار کنار. دوربین ها؟ آره، با من حرف بزن دیگه، همون طرح حرف بزنیم. این هم از دوربین. قربان دست دوربین. چرا رفتن از روستا همه همون؟ اونجا کار نبود دیگه، کار سختی رو تحمل نکردن، رفتن. چند تا خانه اونجا هست، زیادشون خالیه. من گذشتن رفتم، بچه ها رفتم. روستا خلبت شده، اینجا کسی نیست که مثلا تون بری از اونجا یه نفر پیدا بشد مثلا با درد دلی کنیم فلانی کنیم، نیست که، کسی نیست، رفتن همش. پیرا که فوت کرده هن، جوان هم نیستن اونجا، رفتن دیگه. اون موقع دوره هم بودین چی کار میکردین؟ زنبورداری داشتیم اونجا، گندم میکشتیم اونجا، باغ میگرفتیم. گندم مثلا تون دو تون، سه تون گندم مثلا تون اکیم درا میکردیم، جمع میکردیم، میاردیم، بردیم اونو از آساب. همه دوره هم کمک میکردین با هم؟ بله بله بله، اونجا دهه چیزه دیگه، محله دیگه، همش کارگر نگرفتن، خود کارگر خودشون بودن. آها بله. شما میرفتی به اون کمک میکردی، اون به شما، همینجور با هم همه دارم مثلا تون هر موقع میخواستیم که خانه درست کنیم اون یه نجار نمیاوردیم اونجا. چه صفایی داشت؟ خیلی صفای خوبی بود. ال مثلا جمع میشدن 15 نفر 20 نفر یه خانه درست میکردن، یه نفر برای یه نفر کمک میکردن، مثلا با گیری زندنش کمک میکردن، با تخته آوردنش کمک میکردن. اون موقع سیمکن نبود، ایرانت نبود. این خانه ای که خریدم اونجا قدیم، خانه قدیمی، این خانه یه حاجی بود. آها. مورچه اونجا توش نمیره. اینقدر درست نه، نه ایدانم چی کرده اونجا، نه اون حاجی آدم مومینی بود. حالا اصل من زنبور دارم، چند سال زنبور کار کردم، بعد شش سال من زنبور داری کردم اونجا. زنبور حالا هم زنبور دار هستم، یه کمی مونده. خدا بهت عمر با عزت بدیش. بله، اصل رو هر وقتی اونجا می بردیم، اون خانه می بردیم، دیگه راحتیم که اونجا مورچه نمیشه. مورچه نمیره. اینجا میاریم مورچه پور میشه. آها. میارم اونجا مرچه ها. ولی اونجا نمیده؟ اونجا اصلا مرچه ها اونجا بود. نمیتونه تو بیره. نمیدونم چی کرده اونجا. این خیلی سری. حوالیم در بردر خرچای دولم لبا کداکی بی کردن برچای دولم نه با من کابو تقصیر با ننی با تو کابو منی کابو دیا خدا یا کار خدا رانی بند و گناه هم بی شما را جوانیم دست و نیاب دوار خدا رانی حافظ دوست دارم از کار باشم راهی منی دورا بغور بد کار باشم. صبح روز ششم خدا ناو رو از نعمت برف سفید کرده بود، انگار میخواست طینت پاک این مردم رو به رخ بکشه. اون موقع واقعا بچه بودیم، خیلی خوشگل بودم، خیلی اصلا خیلی تعریف کرده، خیلی
تخریب شده، اصلا خودم هم موندم چند سال رو نایمادم اینجا. تو بودتن جز آدمایی هستی که نیستن اینجا دیگه. بله نیستن اینجا دیگه، خودم هم نایمادم زیاد اینجا. موقع زمستون بیشتر از الانم برد میاد. آره و الان شب خوابیدیم صبح الان یه شکلیه. الان بس که اگه اون موقع میشود الان اینجا رو میزد یه الان آبکی هم هست. آره یه میشود. ولی بافت خونه ها چیه که اون موقع بیزرست اینجا رو دیگه؟ اینا اصلا دیگه حرفش هم ندارم. اینا یه جونی درست کردن که سنگ و گل و چوب و همه رو قاتل کردن. یعنی زمستونا داخلش گرم و اصلا خیلی خوشگل میمونه. اصلا تابستونا هم خنک میشه. تابستونا چه جورم گرم میشود خنک. چه صفایی داشت خیلی صفایی داشت. اینجا همین جوریش هم خیلی جمعیت نبود. برف بزد واسه اینکه خیلی سنگین تر شد هیچ که دیگه بیرون نمیاد ها؟ آره دیگه حقم دارم، به خاطر اینکه چند سال پیش اینجا چند تا بچه مریض شدن، دوتاشون فوت کرد. دوتاشون فوت کردن واقعا؟ والله به خاطر همون که میترسن دیگه بیرون نمیذارن بچه هاشون بیان. اومدن برف انگار باید قشلاق میکردم، انگار باید مردمان ناو رو به حال خودشون میگذاشتم و انگار اینجا یه قصه باید راوی خداحافظی میکرد از این همه تابلوی زیبا. وقتی برگشتم تا برای آخرین بار دستی بلند کنم و خداحافظی کنم، دلم گرفت از این همه اندک شدن جمعیت. فقط چند میان سال که مردانه پای ناو ایستادند رو معصومانه آن سوی رود دیدم با چشمانی منتظر. همه چیز از بنیان شروع میشه و این روستا نیاز داره به خانواده های بیشتر و حیفه اگه چند سال دیگه اثری از ناو باقی نمونه. خدایا این مردمای مهربون رو یاری کن برای حفظ موطنشون. دریا رفیق این سالهای منه و من احساس میکنم دریا منو تنها نمیپذیره. احساس میکنم خوردن چای هم یک نفره نمیچسبه.
احساس میکنم باید همه تلاشم رو بکنم برای حفظ خانواده. باید به پسرم بگم چقدر زیبایی داریم که باید مواظبشون باشیم. باید برای همه فرزندان این سرزمین ارثیه به جا بگذاریم. ارثی که خدا به ما داده. من باید خانواده‌ام رو کنار خودم توی این سفرها همراه کنم. خانواده. خانواده من، همسرم، پسرم، دخترم. خانواده ما. همه خانواده‌های کنار هم ایران عزیز.